پیدا کردن دفینه های مهم و با ارزش در گنجیابی همراه با نمادها و فلش های جهتدار در گنجیابی. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، بازم با یک کلاس آموزشی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. خب دوستان عزیز، این نمادها و نشانه ها خیلی مهم هستند که خیلی از کاوشگرها بهش توجه نمی کنن، فقط منطقه و محیط رو در نظر می گیرن که فقط عکس رو ارسال بکنن، جایی رو کاوش نمی کنن، هر جایی که مشکوکه وقت نمی زارن. اینها خیلی مهم هستن دوستان عزیز، حتما برخورد بکنید. زمانی که شما کاوش می کنید حتما باید کل اون مناطق رو بازبینی بکنید که آیا این کاری که شما انجام میدید ارزش داره یا نه. خب دوستان عزیز، ببینید در دفینه یابی چند تا نماد و فلشی هست که مسیر و جهت دفینه رو به شما نشون میده، که بعضیا در دفینه یهودیان است، بعضیا در مسیحیان و ارامنه و به خصوص ایران باستان. خب دوستان عزیز، بیشتر از این جهت ها و فلش ها در کل ادیان استفاده شده در دفینه گذاری که بیشترش در ایران حکمران هست و بعضی از نقاط ها و جاهایی که با این علامت و جهت قرار گرفته برخوردار از دفینه هستند. شک نکنید اگر همچین حالت به نشانه شما بر روی سنگی حکاکی شده بود یا درخت یا صخره، کلن این مسیر رو شما دیدی، دقیقاً جهت و نماینده کلید اصلی دفینه رو به شما میده. خب این یک کلید اسرار هست که مسیر و جهت رو به شما میده. البته در قسمت‌های مختلف، چون دفینه خیلی پر عظیم و بار بزرگی رو داره، بعضی موقع همین فلش‌ها کروکی اشتباه رو به شما میده. باید اینها رو هم جدا بکنید که همچین حالتهایی نباشه. خب فلش های اصلی که در گنجیابی به کار رفته دوستان، حالتشون به چیزه فرو رفتگی کامل هست و کاملا فرو رفته، در حد 1 سانت یا 2 سانت فرو رفته هست در داخل سنگ که در منطقه کاملا باستانی باشه. اون منطقه کاملا باستانی رو در نظر میگیرید. اگر در اون منطقه شما به این جهت ها و پیکان ها مشاهده کردید، بدونید که یک دفینه ای در مسیر راه شما قرار داره. خب اگر این مسیر رو شما با این علامت پیدا کردید، به شما میگه که به جهت شرق حرکت کن. اگر روبروی این نماد شما وایسادید، یعنی در این حالت که مثلا سنگ شاخصی باشه و شما این رو ببینید، به شما میگه به جهت شرق برو. من پیشنهادم کردم به دوستان که حتما از خودنماها استفاده بکنن که همچین حالتی شما گیر کردید، سریع اگر آنتن گوشید بود که از گوشی استفاده میکنی برای خودنما، و اگر نبود شما میتونید از خودنما استفاده بکنید، همونجا شرق و غرب رو تشکیل میدید و اینکه شما رو کاملا پیدا میکنید که در چه جهتی حرکت بکنید. فقط گفتم اگر این نماد فرو رفته باشه داخل سنگ، درخت، خلاصه سنگ های کوچیکی که در لابلای سنگ های بزرگ قرار داره، که این حالت فلش هم میاد دوستان. خب به شما جهت و مسیر دفینه رو میگه. خب این دایره که در اینجا قرار داره، جهت مسیر که شما رفتید به شرق میری و به یک تک سنگ خیلی بزرگی قرار میگیری که تک سنگ دقیقاً دفینه در زیر تک سنگ قرار گرفته که هلوش 1.5 تا 2 متر زیر همین سنگ که قرار گرفته دفینه قرار داره. این فلش و این جهت که به شما میده، یک سنگی که هیچ نماد و نشانه ای نداره دوستان، این رو بدونید که نماد آخریتون هیچ نشانه ای نداره، چون این قدم ها رو به شما میده.